اینو بریزم رو این اینم بریزم رو این خب این شو تقریبا یه لیتر سلام بچه ها خوش اومدید به کانال خودتون بعد من داشتم این روغن رو, رو هم میریختم من اومدم دو تا روغن رو از دو تا برند مختلف اومدم یکیش بهران یکیش اسپیدی اینم توانساز اومدم ریختم رو هم اینا رو از قبل گرفته بودم حالا یکم استفاده کرده بودم تاشیشم هم مونده بود گفتم اینا رو رو هم بریزم دوباره بریزم رو ماشینم خب بعد شما فکر میکنه که این کاری که من میکنم آیا درسته یا نه ببینید بعد بیاین این مسئله رو یه چند دقیق‌تر بررسی کنیم روغن موتورا از لحاظ شیوه تولید به سه تا بخش تقسیم میشن روغن های معمولی یا مینرال روغن های نیم سنتتیک و روغن های سنتتیک حالا روغن های معمولی در واقع از پالایش نفت خام به دست میان روش تولیدشون هم خیلی ساده است و با چند تا دستگاه میشه اینا رو تولید کرد خب حالا روغن های سنتتیک هم در واقع یکی از اون روش های تولید روغن موتوره که جزو با کیفیت ترین نوع روغن موتورها محسوب میشن روغن های نیمه سنتتیک هم تلفیقی از روش مینراله و روش سنتتیکه که طی فرایند خاصی اینا تولید میشن حالا این سه تا روش روش هایی بودن که روغن موتورا تولید میشن از لحاظ نحوه تولید خب حالا شما فکر میکنید که مخلوط کردن روغن موتورا اصلا فایده داره یا اصلا برای خود ما مزره ببینید به طور کلی مخلوط شدن روغن موتور به موتور خود شما آسی وارد نمیکنه و موتور میتونه کار خودش رو انجام بده ولی یه اما داره اینجا شما وقتی می آید فرزن این روغن رو با این روغن مخلوط می اینا چون ویسکوزیته های متفاوتی دارن اینا چون مخلوط شدن دیگه ویسکوزیته تغییر کرده احتمال داشت این صفر باشه یکم ای این 50 باشه شاید این باشه سی من این اینو مخلوط میکنم در واقع ویسکوزیتش تغییر پیدا میکنه حالا فرض کنید که من اومدم یه روغن سنتتیک رو با یه روغن معمولی ترکیب کنم خب اینا خاصیتشون با هم فرق داره یه سری حالا خاصیت که روغن سنتتیک داره اون مینرال نداره روغن های مینرال یه طوری که نسبت به حرارت و دما حساسترن نسبت به روغن های سنتتیک اینا میتونن دماغ... روغن های مینرال دما های کمتر رو میتونن تحمل کنن خب حالا چون ما اینا رو اومدیم با هم مخلوط کردیم اینا عمل کردشون اومده پایین دیگه و عمر اینا وقتی که مخلوط شدن کاهش پیدا میکنه پس به هیچ وجه توصیه نمیشه که ما دو تا روغن موتور مختلف رو بیایم با هم مخلوط کنیم و به موتور خودرومون بریزیم چون باعث آسیب موتور خودرو در بلند مدت میشه خب بچه یه سوالی که پیش میاد فرزن ما دوتا روغن داریم با شرایط یکسان درجه ویسکوزیت یکسان API و اس یکسان دوتاشون هم مینرال فرزن ولی با دوتا تا برند مختلف این فرزن بهران این اسپیدیه ما آیا میتونیم این دوتا رو با هم مخلوط کنیم چون خب اینا دوتاشون هم هر شرایطشون یکسان بود خب ببینید تولید کننده های روغن موتور هر کدومشون برای خودشون یه فرمولاسیون خاصی دارند که اینا هیچ فاش نمیکنن فقط این فرمولاسیون رو مهندسا و کارشناس های اون شرکت میدونن دیگه این شرکت فرزن بهران یه فرمول خاصی برای تولد این داره و شرکت اسپیدی هم یه فرمول دیگه برای ساخت این داره چون دوتاشون هم یکسانه ولی فرمولاسیون ساخت این دوتا با هم فرق داره پس ما نمیتونیم این دوتا رو دوباره با هم مخلوط کنیم هر چند گفتم شرایط هر دو تاشون هم یکیه ولی برنداشون مختلفه پس ما به هیچ وجه نباید دو تا برند مختلف رو با هم ترکیب کنیم فقط ما در صورتی میتونیم یه روغن رو با هم محدود کنیم که هر دو هم از یه برند باشن فقط ما باید چک کنیم که API و SAE و درجه ویسکوزیته خودشون با هم یکسان باشه فقط ما تو این صورت میتونیم دو تا روغن رو با هم محدود کنیم یه سوال دیگه که پیش بیاد اینه که فرضاً ما توی یه زاده گیر کردیم و دسترسی به تعمیرکار و مغازه روغن فروشی نداریم و توی موتور خودرومون هم از یه روغن سنتتیش داره استفاده میشه خب حالا ما توی خودرومون یه لیتر یا دو لیتر از یه روغن معمولی داریم ولی خب موتور خودروی ما از روغن سنتتیش داره استفاده میکنه خب حالا ما میتونیم فرضاً بیایم توی یه شرایط بحرانی از یه روغن معمولی روی روغن سنتتیک استفاده کنیم یا نه خب ببینید دیگه این شرایط استراریه ما نباید بذاریم که خودرومون در اصل کمبود روغن آسیب ببینه ما میتونیم فقط برای حالا اون مدتی که اونجا هستیم گیر کردیم میتونیم از یه روغن معمولی روی روغن سنتتیک استفاده کنیم فقط در شرایط استراری حالا شما وقتی خودتون رو به رسوندین توی اولین تعمیرگاه شما باید این روغن رو به طور کامل تعویز کنید چون فقط ما توی شرایط سون استرای قرار گرفته بودیم اومدیم از این روغن معمولی استفاده کردیم در غیر این صورت نباید دو تا روغن رو با هم مخلوط کرد بچا این نکاتی بود که در مورد مخلوط کردن روغن را بهتون گفتم امیدوارم تونسته باشم این مطالب رو به طور دقیق به شما انتقال داده باشم اگه تا حالا این ویدیو رو لایک نکردی ممنون میشم همین الان این کارو انجام بده و اگه که اولین بار داری این ویدیو رو میبینی من هر هفته روزای یک شنبه و چهارشنبه سا ساعت هشت شب ویدیو منتشر میکنم حتما برو کانال من و ویدیوهای منو ببین و کانال منو سابسکرایب کن منتظر ویدیوهای بعد از کانال من باشید فعلا تا ویدیو بعدی